روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیو. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نور معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدایی امید با نوایی دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص‌های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. پسته، مغزی که از همه بیشتر آهن دارد. تقریبا 1700 سال پیش از میلاد مسیح، طبق اخبار پتری ارخ که در فلسطین زیسته است، پیسته در قطار بادام و عسل یکی از بهترین خوردنی ها در زمین دانسته شده اند. پیسته از زمانهای قدیم در کشورهای حوزه بحر میانه زمین پرورش می شود و سالهای اخیر پرورش آن در آمریکای شمالی هم معلوم گردیده است. خاصیت ها و نشانداد ها. پیسته از لحاظ ترکیب با چهار مغز های جلغوزه ای مانند است، اما پروتئین بیشتر و چربی کمتر دارد. مقدار کربوهیدرات ها نیز در ترکیب پیسته کم نیستند، تا 14%.
مقدار پرویتامین ای و ویتامین سی در ترکیب پسته نسبتاً کم اند، اما معدن‌های چون کلسیم، مگنیزیم، فسفرس و پتاسیم در ترکیب چهارمغزها و مقدار فراوان وجود دارند. پسته به مانند نسک در ترکیب خود مقدار زیادی آهن دارد. همچنین معدن‌های مهمی چون میس 1.2 میلی گرام بر 100 گرام در ترکیب پسته موجودند. ثابت شده است که موجودیت میس از خودکنی و جذب آهن را در ارگانیسم آسان تر می کند. آهن همراه با میس نسبت به همه گونه دواهایی که تنها از آهن ترکیب یافتند برای رفع کمخونی فایده چندین برابر بیشتر را دارد. تأثیر پسته برای برطرف کردن کمخونی خیلی زیادتر می شود. اگر آن با میوه و سبزیجات های ویتامین سی داشته استفاده کرده شود. زیرا اثبات شده است که ویتامین سی جذب آهن را در روده به بهترین شکل تامین می کند. اشخاصی که از کمبود آهن از کمبود خون رنج می کشند می توانند از استفاده پسته به طور مداوم استفاده کنند. آماده کنی و طرز استفاده 1. بریان شده پسته را معمولاً کمی بریان کرده بعد استفاده می کنند. استفاده زیادی نمک هنگام بریان کردن توصیه داده نمی شود. 2. پسته را به خاطر مزه خوب داشتنش برای آماده کردن خوردنی های دسترسی با آیس کریم هم استفاده می کنند. ثروت واقعی سلامتی است. نقد هوای طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. بخش دوم، اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. نامه‌های پدر. نامه چهارم، معنای آموزش. تاریخ را دانستن مهم است. پسری محبوبم، من الکای در باره ضروریت دانش آموزی بارها به تو نوشته بودم. نامه های زیاد با سر این موضوع به تو روانه خواهم کرد. من و مادرت کوشش کردیم و باز هم میکنیم تا اینکه تحصیل تو خوب گذرد. آخر خودت میدانی که چقدر زحمت زیاد و نرخی گرانه ما برای تحصیلات صرف می نماییم.
یادم هست تو با یک خوشنودی در باره عالم کامپیوترها، تلفن‌های دستی، شبکه اینترنت و کم چیزی دیگر در یادم نیست گفته بودی. همه در باره این چیزها علاقه می دانند، بجز ما ساکنان دهات. و بزمی این ما آدمان دوران گذشته ایم. نوشته تو در باره تکنولوژی معاصر که همه روزه پیشروی و با عقلانه می گردد، مرا به تبسم آورد. من به فکر تو راضیم، گرچند خود بجز رشته روشک الکتریکی و رادیوچه دوران شوروی دیگر اسباب های الکترونی را استفاده نمی برم. آدمیت پیشروی می کند و روز تا روز چیزهای قلای و آسان استفاده شونده را اختراع می نماید که دسترس و مفیدند. شاید آنها نفع آورند اگر آنها را با مقصدهای نیک استفاده برند. باید اقرار شوم که اینترنت مرا مات و مهبود کرد. تو میگویی که وی قریب تمام کتاب ها را عوض نموده است. رفت و آی دانشجویان را از کتاب خانه ها کمتر نموده است. لیکن من میخواستم به تو در باره بیماری که تمام دانشجویان دوران شما را فرا گرفته است صحبت نمایم. در باره از دست دادن خاطرات میگویم. این راست است. اگر تو میخواهی در باره شخصیت چنگیز خان و یا در کجا جایگیر بودن ارجنتینا دانی، برای تو کافی است که تنها معلومات لازمه را از شبکه های اینترنت دسترس نمایی. لیکن بهتر آن میبود اگر هر معلومات پیدا نموده را با دقت خوانده در خاطراتت حفظ نمایی. هنگام بار دیگر لازم شدن علاقه خاطرات خود را استفاده بری. بدی کار دران از پسرم که بیشتر همگان راهی آسانی کار را می جویند. اینجا باشد قابلیت های اینترنت خواهش با حافظات کار کردنی تو را می را باید. حافظات انسان به مثل موشکای پای می باشند. اگر ما آن را انکشاف ندهیم، آهسته آهسته فعالیت آن ضعیف شده، بالاخره ما دیوانه شده می رویم. به زمین این هر یک فرد را در پیران سالگی بیماری فراموش خاطری آلزایمر تهدید می نماید. یکی از راه های پیشگیری کردن این بیماری پیوسته مشق دادن حافظات می باشد. انا رецепت داده ای من از چی عبارت می باشد؟ هر صبح یگان مصرع شعر کوتاه را از یاد نما، چنانه که ما را در خردیمان می آموزانیدند. با دوستانت مسابقه در باره حافظاتی از همه قوی گذران. اگر از یاد کردن شعر پسندت نآید، نامهای فوتبال بازان کامنده دوست داشتهت را حفظ کن. یا خود با همسبقانت در باره کی بیشتر متن کتاب خوانده را در خاطر نگه می دارد مسابقه نما. آیا شما قهرمانان شاهنامه را می دانید؟ یا از اثرهای صدرالدین عینی چی چیزی در خاطر شما نقش بسته است؟ اگر اینها را نمی دانی، پس بسیار چیزها را باخته ای. بسیار مطالعه نما. حافظات خود را مشق ده. این در نظر چون بازی می نماید. بله، این بازی می باشد. بعدن می بینی که چی گونه در خیالات تو سیمای قهرمانان گوناگون، حوادث تاریخی و فکرهای رنگین چرخ می زنند. تو پرسان می شوی
برای چی قبلن کامپیوتر را مغز سر معنی الکترونی می نامیدند؟ چونکه آن را از روی فعالیت مغز سری آدم ساختند. لیکن معنی سری انسان تارهای نازک و مرکب بیشمار دارد و فعالیت اونیز بیکران می باشد. اگر ما آن را درست استفاده برده توانیم. در عالم تکنیک باشد حافظات کامپیوترها محدود می باشند. آن حافظاتی که دیروز استفاده می بردند امروز باشد علاقه کهنه و ضعیف شمرده می شود. لیکن مغز سر انسان قابلیت های به حساب دارد و بزم این همیشه با توست و او تا آخری عمرت فعالیت می کند. به زمین رایگان است. اکنون من باید این نامه را با انجام رسانم. در نامه آینده می خواهم این موضوع را باز ادامه دهم. زیرا خواهان آنم که پسرم تمام عمر از حکمت غنی باشد و هرگز در پیرانسالی بیماری فراموش خاطری را نبیند. با محبت پدرت. گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می‌توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت‌ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم می شنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش. وحی امید بخش. موضوع صحبت ما، جواب وحی به تنزلیابی عرف و عادتها در جمعیت می باشد. در گذشته خانه جای امن و بی خطر به شمار می رفت. در دوام 100 ساله ها خانه ها بندر ساکت به شمار می رفتند. خانه و خانواده جایی بود که آدمان در آنها از مصیبت ها، مسئله های طلب
و از مشکلی های روزگار پناه می بردند. به خانه آمده ما خود را بی خطر حس می کنیم. آغوش گرم خانواده و عزیزان ما به ما حس نیکو و والایی می دهد. خانه ها جای عنعنوی بود که اهل خانواده را به هم متحد می ساختند. اما در 20 سال آخر در آن بسیار دیگرگونی ها به عمل آمده است. در اکثر موردها خانه های قرن 21 به میدان مناقشه ها تبدیل می یابد. وقتی که سخن درباره خانه و خانواده می رود، ما بسیارتر چنین سخن ها را به مانندی مناقشه ها، غضب و دشمنی می شنویم. پشت سر هم می توان شنید که خانواده ها وقت خود را در یک جا و در مکان خانوادگی می گذراند. حتی خوردن غذا از همه در وقت های گوناگون و در اکثر مورد. این در راه روها انجام می گیرد. اگر به خوبیش گیریم، اعضای خانواده در آشپزخانه با یک دیگرشان دیدار می کنند و باز به هر طرف پراگنده می شوند. خانه به جای مبدل شده است که به آنجا ما فقط برای خوردن غذا و خواب کردن می آییم. در جمعیت ما شماره ای از پدران و مادران تنها می افزاید و آنچی که در فهمیش ما خانواده و خانه پنداشته می شد امروز معنای تماما دیگر پیدا کرده است. بسیاری پدران و مادران از آن تشویش دارند که عزیزانشان به خانه آنها به واسطه اینترنت می آیند. زمانی خانواده پناهگاه بی خطر به شمار می رفت، اما اکنون همه اینها تغییر یافته است. توسط آینه نیلوگون و اینترنت خانه های ما را سیلاب تجاوز و شهوت مطلقاً بی رعایه آداب و قاعده های اخلاقی فرا گرفته است. پنهانی بدل شدن عقیده ها روی راست پیش چشمان ما عملی گردانیده می شود. همه چیز با سرعت دیگرگون می شود. جمعیت تکنولوژی بلند داشته در وقتی از همه تماشاباب به ما شهوت تجاوز و ظلم را پیشنهاد می نماید و در حالتی بقایت غم‌انگیز قرار دارد. زیست و زندگی هالیوودی به خانه های ما راه می یابد. اخبارات که آنها به ما می رسند، جوانهای ما را به عملهای هلاکت آور برمی انگیزد. به کودکان ما فهمیشهای ویران شده بد و خوب با زوری بار می کنند. ارزش‌های رقابت‌پذیر منظم به خرد قوت نگرفته آنها تأثیر می‌رساند. به حساب میانه در سن 18 سالگی کودکان به واسطه آینه نیلوگون و سینما شاهد 200 هزار عملهای تجاوز بر ضمن این 40 هزار کشتار گردیدند. شاید شما بپرسید آیا وقت گذرانی هایی که ما آن را تماشا می‌کنیم به قابلیت فکرانی ما تأثیر می‌رسانند؟ آیا در حقیقت این به عملهای تجاوزکارانه می رساند که آنها را ما سالهای اخیر مشاهده می کنیم؟ بدون رهنمایی معنوی جمعیت ما موقع خود را پر از دست داده است. جمعیت معاصر می گوید اندیشه شما این معیار است. در جمعیت امروزه می گویند به هیچ کسی گوش نکن.
هرچی را که می خواهی بکن. شورای جمعیت ما از چنین سخنان عبارت است. هر چیزی که تو را خوش می سازد آن را بکن. از این رو چنین سوال ها به میان می آید. برای چی در ما سطح جنایتکاری اینقدر بلند است؟ برای چی در همه جا عملهای تجاوز را می بینیم؟ در کتاب مقدس ما جوابهای دقیق را پیدا می کنیم. برای چی ما برای دیدارهای خود چنین شعار را انتخاب نمودیم؟ اگر این در کتاب مقدس باشد، من به این باور دارم. اگر این با کتاب مقدس مخالفت کند، این برای من نیست. سلیمان با آخرت این را با سخنان زیرین تصدیق می کند. کسی که از خودش دل پر است، احمق است. مثال ها چنین که می بینیم، خرد ما می تواند ما را فریب کند. اگر شما از فکر خود وابسته باشید، می توانید که همه چیز را درست شمارید. برای تصدیق این فکر و هوش، پیامبر خلاصه زیرین می بردارد. از بس که آنها باد را کاشتند، بنابراین تند بادها را خواهند درو کرد. هوش ما در آینه نیلگون و اینترنت تخمی باد تجاوز می کاریم. بنابراین تند باد جنایت ها را می درویم. ما بادی بداخلاقی می کاریم. بنابراین تند باد جدا شوی ها را، تجاوز و مناسبت ظلمکارانه را نسبت کودکان می درویم. محض همین است علاقه سبت و عاقبت. در دنیای بد اخلاقی چه طور ما می توانیم که ارزش های معنوی را حفظ نماییم؟ ما باد کاشته ایم، بنابراین تند باد می درویم. چه طور خیرد خود را حفظ کرد؟ چه طور ما خیرد فرزندان و نواسه های من را حفظ کرده می توانیم؟ چه طور در جمعیت بد اخلاق زندگی کرده اخلاق پاکیزه مانده می توانیم؟ کتاب وحی به ما یک چند جوابهای دقیق پیشنهاد می نماید. در کتاب آخرین کلام مقدس، مژده‌ای برای نسل آخرین آدمی زاد که در سیاره‌ای با نام زمین زندگی می کنند، موجود می باشد. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می سپاریم.